29 روز شهریور ماه برابر با 20 سپتامبر سال 909 خورشیدی برابر با 1530 میلادی، در گذشت نیکولا ماکیاولی، نظریه پرداز، سیاستمدار، نویسنده، هنرمند و مورخ ایتالیایی که در شهر فلورانس به دنیا آمد و از دوران جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و پس از چندی به سمت دبیری شورای جمهوری ایتالیا دست یافت. وی پس از به قدرت رسیدن مخالفانش به گوشه‌گیری و نگارش کتاب‌های متعدد روی آورد. مهمترین اثر ماکیاولی کتاب شاهزاده، پرنس یا شهریار است که وی آن را برای راهنمایی فرمانروایان زمان خیش نوشت. کتاب شاهزاده نه اخلاقی است و نه ضد اخلاقی، بلکه نخستین تجزیه و تحلیل علمی و بی‌طرفانه از روش‌هایی است که موجب کسب نیروی سیاسی و حفظ آن می‌شود. هرچند جنبه بی‌طرفی کامل کتاب به آن رنگ بدبینی می‌دهد، اما تأثیر این کتاب حتی تا روزگار اخیر بی‌اندازه زیاد است. ماکیاولی معتقد بود که در امور سیاسی باید تنها رسیدن به هدف را در نظر گرفت و رعایت اصول اخلاقی در این مورد ضرورتی ندارد. او که سیاست را از اخلاق جدا می سازد، انجام هر عملی را از سوی حاکم برای حفظ حکومت مجاز می شمارد. روش ماکیاولی در سیاست به اصول ماکیاولیزم مشهور است. ماکیاولیزم پیش از آن که یک مکتب سیاسی باشد، نظریه‌ای در شیوه حکومت و دستورالعملی برای دولت مردان است. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، در گذشت خان بابا مشار، بنیانگذار کتابشناسی ایران که پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و متوسطه‌اش به خدمت وزارت دارایی درآمد و سرانجام به میل خود بازنشسته شد و به کشاورزی و تحقیق پرداخت. برجسته‌ترین اثر او کتابی است که به فهرست مؤلفان کتاب‌های چاپی عربی و فارسی اختصاص دارد. از میان خدمات مشار به نظر می‌رسد که فهرست کتاب‌های چاپی فارسی بیشتر مورد مراجعه و شهرت اوست. سال 1390 خورشیدی برابر با 2011 میلادی، ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان که در فیض‌آباد دیده به جهان گشود. وی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، رئیس جمهور سابق این کشور از ولایت بدخشان بود. او در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در محله وزیر اکبرخان کابل کشته شد. ربانی در زمان مرگش رئیس شورای عالی صلح در افغانستان و مذاکره کننده ارشد دولت با گروه طالبان بود. این شورا وظیفه مذاکره با گروه طالبان با هدف دستیابی به صلح پایدار و یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان را بر عهده داشته است. در زمان کشته شدن برهان الدین ربانی، تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در منزل وی با دو نفر از اعضای طالبان در حال گفتگو بودند که یکی از نمایندگان طالبان مواد منفجری که در عمامش پنهان کرده بود را منفجر کرد.